خیلی ممنون از شما. بفرمایید یه اشارتی به برنامه گذشته. حتما پرسشی هم مثل که از یکی از رسیده، ولی اجازه بدید که خلاصه ای از برنامه بگم. چکیده ای از آنچه که در هفته گذشته با شما در با هم میهنان در میان گذاشتم. موضوع برانداختن خزعل و چیرگی دولت مرکزی بر خوزستان یکی از برگ‌های بسیار درخشان تاریخ ایران هست که البته همه آگاهی‌ها پیرامون آن هنوز در دست ما نیست. بسیاری از اسناد متاسفانه منتشر نشده. در دو سوی ماجرا هم کشاکش‌های وجود داره، یعنی کسانی بر این باور هستند که رضا خان که هنوز رضا شاه نشده بود با پشتیبانی دولت بریتانیا بود که رفت و خزعل رو برداشت و بدون پشتیبانی بریتانیا چنین کاری رو نمیتوانست انجام بدهد. کسانی هم در آن سوی ماجرا بر این باور هستند که نه، این شجاعت و درایت رضا خان و پیرامونیان او بود که حتی در مخالفت با سیاست بریتانیا خزعل رو از میدان بدر کرد و خوزستان رو، چیرگی ایران رو بر خوزستان قطعی کرد. راستی یک چیزی در این میانه است، یعنی میدانیم که از همون زمانی که در آبان ماه 1302 رضا خان فرمان نخست وزیری رو از احمد شاه گرفت و افسون بر سردار سپه و وزیر جنگ بودن نخست وزیر و در نتیجه تواناترین شخصیت ایران شد، او و پیرامونیانش در سودای بازپس گرفتن خوزستان بودن. نه اینکه خوزستان از دست رفته بوده، به عنوان یک واحد ایالتی جدا شده بوده، ولی نه مالیاتی میداده و نه بهایی به فرمانهای دولت مرکزی میداده و شیخ خزعل از طایفه بنی کعب به طور خودسرانه در واقع خوزستان رو، بیشتر خوزستان رو اداره می کرده و از دوره مظفرالدین شاه هم فرمان امیری او که بر خوزستان صادر شده بوده پیشتر فرمان و فرمان روایی و حکومت خوزستان و عربستان بوده، ولی از زمان میانه دولت مظفرالدین شاه فرمانی که به نام او صادر می کنند فرمان امارت عربستان هست، یعنی میپذیره دولت مرکزی که نام اونجا رو به پاس فرمان روایی خزعل به عربستان تبدیل کنه و نام خوزستان رو در اسناد رسمی دیگر نیاوره. این برای ایرانیان بسیار سنگین بوده، یعنی از همون زمانی که بخشهایی از خاک ایران در دو جنگ با روس‌ها از دست رفت و سپس بخشهای دیگر از خاک ایران مانند هرات و بخشهایی از بلوچستان و دیگر سرزمین‌ها و بخشهای ایران از ایران جدا شده بود و در همون دوران پس از کودتای 1299 شورش‌هایی در گوش و کنار ایران، در آذربایجان، در بخشهایی از کردستان، در گیلان، در دیگر بخشهای ایران به وجود آمده بود، برخواسته بود و دولت مرکزی رو نمیپذیرفت. در میان ایرانیان روشنفکر و کسانی که به ویژه در اون دوران پیرامون رضا خان، فراز رضا خان به قدرت حلقه زده بودند، گرد آمده بودند، این ایده وجود می‌داشت که باید یک کشور نیرومندی با ارتش منظم و با مرزهای پذیرفته شده بین‌المللی وجود داشته باشه. دولت بریتانیا بازی می‌کرد در این زمینه، گاه از دولت مرکزی پشتیبانی می‌کرد و گاه از خزعل، و شواهد زیادی در ادامه برنامه امروز به درازا به اون خواهم پرداخت که هم به نعل میزد و هم به میخ و هر دو طرف بازی میکرد و بران بود که از این بازی سیاسی که سالهای درازی در گوش و کنار جهان به اون دست زده در ایران هم بهره بگیره برای جلوگیری از ایجاد یک نیروی که فرمانبردار مطلق دولت بریتانیا نباشه. ولی به هر روی سیاست دولت مرکزی ایران بران گرفت که خوزستان رو، دست خزعل رو از خوزستان کوتاه بکنند و پس از یک دوره جنگ تقریبا میتوان گفت 4-5 ماهه که به ویژه پیرامون خوزستان رو، تنها در خوزستان هم نبود، از منطقه نزدیک بهبهان تا بخشهایی از خوزستان جنوبی رو در بر میگرفت و در شمال خوزستان هم
بخش‌های زیادی از بختیاری و لرستان رو هم درگیر جنگ با دولت مرکزی کرده بود. پس از یک دوره نزدیک به 6 ماهه جنگ و زد و خورد، سرانجام ماجرای خزعل بدون اینکه هیچ تیری شلیک بشود به پایان رسید. یعنی رضا خان وارد ناصری شد، از راه بوشهر وارد ناصری شد، با قایق آمدن در منطقه‌ای که از اونجا به ناصری یا اهواز آمدن و در اونجا با خزعل دیداری روی داد و در این دیدار که تقریبا 1 سال و 2 یا 3 ماه پس از آغاز نخست وزیری رضا خان بود، خزعل تسلیم شد و رضا خان رو به عنوان رئیس دولت پذیرفت، ولی به این هم بسنده نکردند. چند ماهی پس از اون خزعل رو در کشتی خودش غافلگیر کردند و او رو دستگیر کردند و به تهران فرستادند و خزعل در یک نوع امنیتی در تهران زندگی کرد. یعنی شماری از همسران و کارکنانش رو هم با خودش آورد به تهران و در تهران سالهای درازی رو زندگی کرد و تقریبا 10 سال پس از کوچه به تهران درگذشت. البته باز میگویند که به او زهر دادن و سم دادن و غیره، که دلیلی برای زهر و سم دادن به او دیگه وجود نمی داشت. کار خزعل به پایان رسیده بود و خوزستان، چیرگی دولت مرکزی بر خوزستان قطعی شده بود. اما در لابلای این مسئله رویدادهای بسیار بسیار برجسته‌ای به وجود آمد. نخستین کوشش برای چیرگی دولت مرکزی بر خوزستان فرستادن کسروی برای اداره عدلیه خوزستان بود. یعنی عدلیه ایجاد کردن در خوزستان یکی از کارهای بسیار مهم اون دوران بود که در سال 1302 پس از اینکه رضا خان هنوز رضا شاه نشده بود نخست وزیری رو در دست گرفت، یکی از کارهایی که وزیر عدلیه اون زمان رو انجام داد فرستادن رضا خان به ببخشید احمد کسروی به خوزستان برای ببخشید مشکل این اسکایپ هم در این است که وقتی که من این رو ببخشید اگر علامت مشغول بودن رو نزنم دیگران هم که میبینن که کسی در اسکایپ هست مزاحم ما میشن، از شما پوزش میخوام که این گسستی در کار ما پیش آمد. این کار رو باید پیشتر میگردم. عرض کنم که بله به رشته گسستگی سخن بازگردم، از جمله کسروی رو به اونجا فرستادن. یک ببخشید وزیر عدلیه کی بوده اون موقع؟ وزیر عدلیه اگر اشتباه نکنم نائینی بودش، یکی از شخصیت‌های برجسته اون زمان، عارضا نائینی اگر اشتباه نکنم نامش، الان درست خاطرم نیست که چون میدونید ما چندین وزیر عدلیه داشتیم، بیشترم گفتم 37 وزیر عدلیه از آغاز مشروطه تا آغاز دوران داور 1305 وزیر عدلیه داشتیم که نام همه اونها دشوار هست که بیاد انسان بماند. در اون دوران باور من این هست که نائینی بوده وزیر عدلیه و البته دستور خود رضا خان هست که او رو یا کسروی رو به عدلیه خوزستان بفرستن و به راستی هم کارهای بسیار ارزشمندی در خوزستان انجام داده. یک در همون دورانی که او در آنجا بوده یک والی تازه هم میفرستند با معاون که ماجرایی است که سپس بهش اشاره خواهم کرد. ولی به هر روی نزدیک به 1 سال و اندی پس از آغاز زمامداری رضاخان به عنوان نخست وزیر ماجرای خزعل به پایان میرسه و به این ترتیب البته گفتم جنبه‌های بسیار ناروشن و تاریکی در این زمان وجود داره و یکی از برجسته ترین جنبه های ناروشن به دلیل تغییر سیاست بریتانیا است. تا پیش از تقریبا میتوان گفت تا میانه سال 1303 خورشیدی سفیر بریتانیا در وزیر مختار بریتانیا در ایران، چون موقع وزیر مختار داشتن سفیر داشت نداشتن، همون نورمن بوده که در دوران کودتای 1299 هم
او وزیر مختار بوده در ایران. اسناد و گزارش ها گواه بر این است که نورمن میانه خیلی خوبی با رضاخان نداشته. در اینجا یک دگرگونی خیلی غیر قابل انتظاری روی میدهد. یعنی نورمن رو به لندن فرا میخوانند و سر پرسی لورن او وزیر مختار بریتانیا میشود و اصلا یک چرخشی در سیاست بریتانیا به وجود میآید. خوشبختانه سر پرسی لورن یادمانده های خودش رو از دوران وزیر مختاری در ایران و به ویژه از رابطهش با خصعل و ماجراهای مربوط به خصعل نوشته که البته این یادمانده ها رو باید با به صورت تطبیقی یا در کنار یادمانده های دیگران خواند، برای اینکه یک هر کدوم از اینها جنبه ای از مسائل رو مورد بررسی قرار میدهند. اگر شما رویدادهای خوزستان رو از لابلای سفرنامه رضا شاه که دبیر اعظم بهرامی نوشته بخوانید و یا از لابلای گزارش لورن، کاملا دو سیمای گوناگون در برابر شما قرار میگیرد، دو ماجرای متفاوت در برابر شما قرار میگیرد و از لابلای اینها میتوان وقت راستی ها رو دریافت. ولی به هر روی میتوان این رو گفت که این سیاست دولت مرکزی و این سیاست دولت رضاخان و رضاشاه آینده برای بازپس گرفتن یا چیرگی بر خوزستان که به رغم مخالفت اقلیت مجلس بوده، چون اونها بر این باور بودند که با رفتن خصعل رضاخان تقویت خواهد شد و حتی پیمانهای نهانی با او داشتن کسانی مانند مدرس، به سود جامعه ایران تمام شد. یعنی انگیزه هرچه بوده باشد که میدانم انگیزه نیکی بوده، یکی از کارهای بسیار نیک اون دوران از یادگارهای دوران فراز رضاشاه به پادشاهی چیرگی دولت مرکزی بر خوزستان و برانداختن چیرگی یا فرمان روایی خصعل بر خوزستان است. خیلی ممنون جناب امینی. اون پرسشی که فرمودید یکی از هممیهنان ارسال کردن، خلاصه ایشو به آگاهی میرسانم و جناب علی لطف کنید و پاسخ این هممیهن رو بدهید. این هممیهن نوشتن: من خودم جوانی از تیره اعراب بنی کعب هستم، چون خصعلم از این قبیله بوده، و در شگفتم که چرا برخی از همتباران من که خوزستان را همچنان عربستان می‌خوانند سخت اصرار دارند که خزعل رهبر همه اعراب خوزستان و نماد ناسیونالیسم سرکوب شده ملت عرب خوزستان بوده است. بله. از یکی دو تن از باسوادهای فعال عرب هم شنیدم که آن اشاره‌ای که آقای امینی به نام خوزستان در اشعار فارسی می کنند جنبه سرزمینی دارد، جنبه اشارات عاشقانه یا استعاری. سرزمینی ندارد. بله، سرزمینی ندارد. بله. و اشاره های عاشقانه یا استعاری است. بعد نوشتن اگر ممکن است از استاد امینی درخواست کنید که در این دو مورد توضیح بدهند. توضیحی دارین قربان؟ بله بله. ببینید، نکته ای که این همیهن گرامی ما از خوزستان اشاره کردند از زبان دیگران به این معناست که در پاره ای از سروده های کهن فارسی، از جمله در سروده های نظامی یا سعدی، عطار، محتشم کاشانی، امیر خسرو دهلوی و دیگران، خوزستان رو همه اینا درباره خوزستان صحبت کردن. بله بله. شعر گفتن. بله بله. خوزستان رو با شکر در هم آمیختن، یعنی خوزستان رو کانون شکر جهان شمردند. از لب زیبا که سخن گفتن یا لب شکرین که سخن گفتن قیاسی زدن به خوزستان. خب این درست است که در این نوع قیاس‌های عاشقانه یا استعاره‌ای وجود داره. همین نظامی در خمسه، در همون داستان معروف شیرین و فرهاد، میگوید که زبس
که از دامن لب شکر افشاند، شکر دامن به خوزستان در افشاند یا بر افشاند. خب اینجا شکر و خوزستان رو با هم ردیف کرد، ولی این درست نیست که بگوییم که این اشاره به خوزستان اشاره سرزمینی نیست. اشاره سرزمینی است، سرزمینی است که یکی از ولایات ایران بوده و در این ولایات و در این ولایت شکر خیلی جای بلند و بزرگی داشته. خرما اتفاقا نبوده، شکر بوده، یعنی نیشکر بوده، از اون شکر تولید میکردن. حالا شاید شکر از راه خرما هم تولید میکردن. همین در همین مورد نظامی گنجهی که اون استعاره های بسیار زیبای عاشقانه و درباره شکر و لب و رفتار شکرین از او به چشم میخوره، در یک قصیده بلندی که در رسای یکی از اتابکان آذربایجان به نام شمس الدین الدگز گفته، میگوید شکارستان و ابخاز و دروند، اینا زمین است، اینا سرزمین هاست. شکارستان و ابخاز که ابخازی ها هنوزم، ابخاز بخشی از جمهوری گرجستان است، یعنی اختلاف از بین گرجستان و روسیه بر سر ابخاز، و ابخازی ها امروز که یک بخش بزرگی از اون منطقه را ابخازی ها میگفتن، ابخازی ها امروز یک واحد نیمه مستقل و خودمختار در گرجستان است. شکارستان و ابخاز و دربند، شبیخونش به خوارزم و سمرقند، ز گنجه فتح خوزستان که کرده است، ز عمان تا به اصفهان که خرده است. خرده است یه خرده خوانده میشود. نگاه کنید گنجه و خوزستان، میگه از گنجه ایشان آمده رفته و خوزستان رو فتح کرده. اینها اشاره های سرزمینی است. از این هم فراتر بروم، اصلا شما اگر به نوشته های تاریخی کهن بنگرید، من نمونه های از اون رو، چون این ایمیل، این همیهن برای ایمیل مشترک یک کلمه آمد که من هم در اختیار داشتم و با هم گفتگو کردیم در مورد اون، از زمان جانشین کوروش ما در اسناد تاریخی که یا سنگ نوشته ها یا آنچه که یونانیان بازگو کردن، به نام یکی از ساتراپ ها، ساتراپ البته واژه یونانی است، اشترپاون است، همان چیزی است که بعدها شده شترپان یا شهربان. اینها واحدهای اداره کشور در پیرامون امپراتوری بوده. از یکی از سرزمین های اشترپاونی یا ساتراپی به نام عربیا برمیخوریم، که اون موقع عربستان نمیگفتن، عربیا یا آرابیا میگفتن. البته این عربیا بر پایه متون و نوشته های یونانیان و پژوهش هایی که خاورشناسان سالیانی پس از آن انجام دادن در سالهای 200 سال گذشته، سرزمینی بوده از جمله در برگیرنده فلسطین و اسرائیل و صحرای سینای امروز. به این منطقه میگفتن عربیا در این پیرامون امپراتوری بزرگ ایران، و نه این عربستانی که در دورهای بعدی بخشی از خوزستان بوده. اون منطقه رو میگفتن عربیا. این رو حتی تا سینا رو هم در بر میگرفت. یک سیاهی در دست ماست که این در یکی از سنگ نوشته های بازمانده از دوران ساسانی وجود داره، در نقش رستم، که از عربستان به عنوان یکی از سرزمین های امپراتوری و ساسانی سخن گفته می شود. و در این نوشته این عربستان دیگر اون عربیای منطقه فلسطین و منطقه سینا نیست، بلکه این عربستان در جنوب پایتخت، یکی از پایتخت های دولت ساسانی، یعنی در جنوب تیسفون، در منطقه ای است که میشان و بخش از خوزستان امروز است، یعنی بهمنشیر و میشان رو در اون سنگ نوشته به عنوان منطقه عربستان ازش نام میبرند. در دوره انوشیروان، کسرا انوشیروان گسترش پیدا میکنه این منطقه ساتراپی عربستان یا عربیا، و تا حجاز رو هم در بر میگیره، منطقه خیلی گسترده ای رو، تا مرز یمن رو هم در بر میگیره.
البته در سندهای پس از اون که هفته پیش به درازا به اونها اشاره کردم، در همه نوشته های جغرافیدانان مسلمان دوره پس از اسلام عرب و ایرانی، در همه اونها از خوزستان نام برده شده و بخش کوچکی از خوزستان در بخش خاوری خوزستان، یعنی در بخش غربی خوزستان، همین دشت میشان و منطقه‌ای از این دست رو به عنوان عربستان ازش نام بردن. اما اجازه بدید که به تاریخ خیلی دور بر نگردم، چون اگر بخوایم به تاریخ دور برگردیم میبینیم که این واژه شوش و سوس و خوز و اینا همه از یک ریش است، که به هر حال شوش که از پایگاه‌های برجسته امپراتوری ساسانی بوده و این شوش و خوز از یک ریشه میاد. اما مهمترین سند قانونی که در دست ماست در دوران نزدیک به مدرن، در دوره 300 سال گذشته، پیمان ارزروم است. اینهایی که میگویند که در تاریخ ایران ما خوزستانی نداشتیم و اینها ساختگی است، پیمان ارزروم رو باید بروند و بررسی کنند. پیمان است میان ایران و عثمانی با نظارت چند دولت غربی، و پس از اون هم کارشناسان این دولت ها با نماینده دولت ایران میرزا جعفرخان مشیرالدوله جمع شدند که مرز ایران و عثمانی رو بر پایه این پیمان ارزروم که دوران امیرکبیر فراهم شده تنظیم کنند. در این پیمان ارزروم خوزستان یک ولایت ایران به شمار می آید، از اون هم کهن‌تر در اون حاشیه که مینورسکی بر تذکرة الملوک نوشته، باز از خوزستان نام میبرد و از یک منطقه کوچکی که به نام عربستان در وجود میداره. اینها سندهایی است که وجود داره از اون دوران. و در مورد این منطقه هم جالب است که از این مناطق به عنوان سرزمین‌هایی که پناهنده شده بودند، به ویژه در دوران عثمانی که دولت سنی مذهب بوده و ایران شیعی شده بوده و بسیاری از اعراب شیعی به ایران پناهنده می شدن، در منطقه های اونها رو جا می دادن، از جمله در همین منطقه که به نام عربستان شناخته شده. دو منطقه دیگر هم در ایران با همین نام شناخته شده. یه منطقه عربستانی هم ما کوچکی در شمال اصفهان داریم، منطقه عربخانه داریم در نزدیک بیرجند. اینها رو چون مهاجرت میکردن و میامدن در این جایها که مینشاندن به اینها میگفتن عربستان، و این بنابراین درست نیست این سخن کسانی که به این هم میهن گرامی میگویند که اینها جنبه های عاشقانه و استعاره داشته و جنبه سرزمینی و تاریخی اصلا نمی داشته. این منطقه نامش خوزستان بوده و در دوران مظفرالدین شاه با پولی که خزعل خرج کرده بوده و امیرالسلطان این پول رو دریافت کرده بوده و دیگر درباریان، این فرمان رو برای او گرفتند و لقب‌های تازه‌ای هم برای حضرت اقدس گرفتند که همین خزعل است. آقا امینی، یه پرسش دیگه هم دارن در مورد اینکه خزعل نماد ناسیونالیسم خوزستانه. ببینید، این گرفتاری قومگرایی و ملت‌سازی های نادرست در واقع همین است که چون باید از این به اصطلاح نیمچه اقوام یا شبه اقوام یا بیشتر تیر و تبارهای ایلیاتی ملت بسازند، خب باید نمادهای ناسیونالیسم و نمادهای ملیگرایی هم درست کنند. مثلا در نوشته های حزب دموکرات کردستان، شیخ عبیدالله نهری و اسماعیل آقا سیمکو شدن نماد ناسیونالیسم کرد، در حالی که بیشتر آدم هایی که اینها از میان بردن از خود کردان بودن. بیشتر جنایاتی که خزعل در خوزستان از او سرزده در برابر عرب بوده. یکی از این گروه های عرب که سخت مورد تعدی و ظلم خزعل قرار گرفته طایفه بنی طرف هست که بسیاری از اونها رو میکشند و مالیات های کلان از اونها میگرفتند. اینها ثبت در تاریخ است، نه از سوی کسانی که به قول برخی فارس ها هستند، بلکه از سوی خود بزرگان قبایل عربی که زیر فشار خزعل بودند. این نوع نمادسازی ها
چاره جزی ندارد که دست به دامن آدم هایی بشود که هیچ پیوندی با احساس ملی و منافع ملی و اینها نداشتن. اصلا آدمی بوده که پدر خودش رو کشته، ببخشید برادر خودش رو کشته و با کشتن برادر به قدرت رسیده، در سودای کشتن یکی از فرزندانش بوده که بر او شوریده، از کشتن مخالفان هیچ بیم و حراسی نداشته، این مخالف بختیاری باشد یا اصفهانی باشد یا عرب، و بیشتر کشندگان انسانهای کشته شده به دست خزعل از میان خود عرب بودند. و این است که برای ساختن ملت باید دست به دامن یک نمادهای مصنوعی بشوند. اگر به راستی آدمی مانند خزعل بناست نماد ناسیونالیسم ملتی بشود، وای به حال آن ملت که آدمی مانند خزعل با این پیشینه و کارهایی که میکرده نماد ناسیونالیسم بشود. حتی مدرس که با خزعل هم پیمان شده بوده در مقابل رضاخان، در برابر فراز رضاخان، در نامه‌ای که روز در دست است که مدرس به خزعل نوشته، میگه شما خیلی در تهران بدنام هستید برای اینکه کارهای خیلی خبیثی در خوزستان انجام دادید و ما باید یک کاری بکنیم شما خوشنام بشوید و دست از این کارهاتون بردارید. یعنی حتی متحد او که خزعل هم باشه، ببخشید مدرس باشه، نسبت به خزعل چنین داوری های داره. خزعل انسان بسیار پلیدی بوده، یکی از سران بس مدرس هم باید یه چیزی شبیه او بوده باشه. نه ببینید، مدرس با انگیزه دیگری این کارها رو میکرده. مدرس دورانی سخت با خود رضاشاه یا رضاخان پیش از رضاشاه شدن نزدیک بوده، در اصلا فرمان نخست وزیری رضاشاه به یاری مدرس به دست آمد. یعنی مدرس بود که استیضاح کرد دولت مستوفی الممالک رو، سقوط او رو شدنی کرد و اصرار کرد که خود رضاخان بشود نخست وزیر. مدرس یه آدم سیاسی بوده، فرصت طلب بوده، ماجراجو بوده، ولی از جنس خزعل نیست. آدم کش و دزد و از این دست‌ها نبوده. آدمی بوده که فوق‌العاده محافظه‌کار، از نظر مذهبی بسیار باورمند و مخالف با حقوق غیر شرعی و قرار چیزهایی که ازش در مورد مسئله حقوق زنان و دیگر مسائل در دست است می‌دانیم، ولی یه آدم سیاسی بوده و در این ترفندهای سیاسی گاه با رضاخان نزدیک می‌شده و گاه و بیشتر با دشمنان رضاخان، و به ویژه انگامی که برای او روشن می‌شود که رضاخان به سوی برانداختن احمد شاه گام برمی‌دارد، او یکی از پیشگامان ایجاد کمیته سعادت، کمیته نجات می‌شود، همون کمیته سعادت. این کمیته سعادت که این دولت بریتانیا پشت اون بوده، خزعل یکی از مدرس یکی از پشتیبانان اون به شمار میاد، سران برخی از تیرهای عشایر بختیاری و دیگر تیرهای ایلیاتی در ایران در اون عضویت داشتن و بنا بوده که این کمیته در برابر رضاخان بیسته و اصلا پایه این کمیته رو خود دولت بریتانیا گذاشته. این رو این عبارتی است که مرتضی ولیخان بختیاری که یکی از شخصیت‌های برجسته شورش خوزستان بوده، گفته که اصلا این شورش رو خود نورمن سفیر انگلیس دامن زده و میگه اون هستش که ما رو کنار هم جمع کرد و به من امیر مجاهد و شهاب السلطنه و چند تن دیگر گفت که شما نیروی 100,000 نفری بختیاری رو بیارید وارد خوزستان کنید برای پاسداری از نفت در اونجا. گواهی ها و اسناد زیادی امروز در دست است که دولت بریتانیا جنگ‌افزار در اختیار خزعل قرار میداده و دولت بریتانیا از اون آگاهی داشته. پشت پرده چند تن در سودای ضد کودتا در مقابل رضاخان بودند که مدرس در تهران در کانون اون قرار داشته و حتی یکی از روزنامه‌نگاران اون زمان رو، روزنامه‌نگاری خراسانی رو میفرسته به پاریس، به نیس، به شهر نیس در فرانسه برای دیدار با احمد شاه، برای اینکه احمد شاه رو این بانه. همون آقای امینی، این همون روزنامه‌نگاره که ازش به نام صفوی یا صفوت یاد کردن؟ بله، این صفوی
این کتابی هم نوشته، اسرار سرود احمدشاه، رحیمزاده صفوی. او رحیم رضازاده صفوی، گوشش کن، رحیم رضازاده صفوی کتابی هم نوشته و ماجرا رو توضیح داده. خیلی هم جالب از خواندنی است این کتاب. او رو مدرس در واقع میفرستد و بنا بوده که احمدشاه رو برگردونن به ایران که با کمک سران، برخی از سران بختیاری و خزعل در واقع یک ضد کودتا علیه رضاخان فراهم کنند. در اون دوران سران بختیاری دو تیره شده بودند. یعنی جالب اینجاست که حتی فرزندان سردار اسعد، یکی از اونها همین شخصیتی که اشاره کردم، یکی از مهمترین پشتیبانان رضاخان امیر مجاهد هست که یکی از سران بختیاری است. امیر مجاهد فرزند سردار اسعد است، ولی برادر او که سردار اسعد دوم نام گرفته، وزیر پست و تلگراف رضا شاه شده و همراه رضا خان، رضا شاه نه رضا خان، هنوز رضا شاه نیست، همراه رضا خان یکی از همسفرهای رضا خان به خوزستان، خوزستان است. و این دو برادر در دو سوی ماجرا قرار. آقای امینی یه چیزی من یادم اومد، آقای خمینی یک بار درباره مدرس گفتن که دیانت او سیاست او بود و سیاستش دیانت او. خب اینا دیگه به هر حال از این حرفای بلنده و پیچیده ایست که فقط آخوندها میفهمن که معنای واقعی اون چیست. سیاست یعنی درست به هر حال با دین مدرس در پیوند بوده، ولی مدرس در خیلی از زمین‌ها شاید باورهای خودش رو فدای اون سیاستی میکرده که در سودای اون بوده. اشاره کردم زمانی با رضا خان نرد عشق میباخته و با اون نزدیک میشده و سرانجام که بران میشود که با رضا خان در بیفتد، وارد این همین جریان نجات میشود، سعادت ملی میشود و برای برانداخت، برای کنار نهادن رضا خان با مدرس و ببخشید با خزعل و امیر مجاهد و دیگران متحد می شود و البته تاوانش رو هم می دهد. جالب اینجاست که در این دوران بیشتر روحانیان درجه اول نجف با رضا خان نزدیک بودند و نه با مدرس. حتی در این سفر معروفی که رضا خان می رود به ناصری از راه بوشهر، نخست می رود به بهبهان و در اونجای نیروی نظامی رو میفرستن به جنگ با هواداران خزعل در جنوب خوزستان که به جنگ دهلیجان معروف هست و در اونجا پیروز میشوند نیروهای دولتی. و سپس رضا خان از راه بوشهر با یک قایق موتوری میرود به طرف ناصری با چند همراه و تنها دو محافظ. و یکی از کارهایی که پس از کنار نهادن یا چیرگی دولت مرکزی، هنوز کنار ننهاده بودند، پس از چیرگی دولت مرکزی و برخوزستان و دادن فرمانروایی نظامی سیاسی خوزستان به فضل الله زاهدی، رضا خان انجام میدهد این است که از راه بصره با قطار میرود به نجف و با علما دیدار میکنه و در اونجا علما از او پشتیبانی میکنند و از راه بصره هستش که به ایران باز میگرده به کرمانشاه و از کرمانشاه هنوز شاه نبوده. نه بله هنوز رضا شاه شاه نبوده، شاه نبوده نه، ولی روشن بوده دیگه. وقتی که با وقتی فاتحانه در دی ماه 1303 از راه کرمانشاه به سوی ایران، دی ماه بهمن 1303 برمیگردد و اون استقبالی که از او میشود، روشن است که مقدمات براندازی قاجار داره فراهم میشه. البته ماجرای جمهوری کنار رفته، سال پیش از اون بوده، در اسفند سال 1302 بوده ماجرای جمهوری و رضاخان در اون ماجرای پس از جمهوری در فروردین 1303 دیداری که با روحانیان کرده در قم کنار نهاده بحث جمهوری رو و پس از اون هم با شکست دادن خزعل فاتحانه وارد باز میگرده از راه کرمانشاه به ایران و فاتحانه وارد تهران میشود و معلوم بوده که در این دیداری که در نجف داشته پشتیبانی روحانیان رو هم به دست آورده. البته کسی که در اینجا رضاخان رو وانه میکنه برای اینکه
از ناصری و شوشتر به تهران باز نگرده و برود به بصره و از راه بصره برود و علما رو ببینه، حاج آقا محمود رفیع هست. این حاج آقا محمود رفیع شخصیت خیلی جالبی در تاریخ ایران است. او آتاشه فرهنگی سفارت روسیه بوده، روسی بلد بوده ولی مجتهد هم بوده، و حتی در دو خاطره از اون دوران باقی مونده، در یک مراسمی که بنا بوده که لباس رسمی به قول امروزی ها اسموکینگ بپوشن، آقای مصطفی نوشته که عبدالله مصطفی که ایشان هم رخت اسموکینگ در تن داشتن و هم عمامه بر سر داشتن. و از هنگامی که فراز رضاخان به قدرت آغاز می شود، از همون سال 1300، یکی از کسانی که با او بسیار نزدیک می شود همین حاج آقا محمود رفیع است که به او می گفتن معلم قرآن رضاشاه، و او کسی است که رابط می شود میان رضاخان در حال قدرت گرفتن با روحانیان درجه یک تهران، و سپس هم اوست که در همراه با رضاخان بوده در خوزستان، رضاخان رو قانع میکنه و بعدها هم در یادمانده های خودش پس از شهریور 20 گفته که من بودم کسی که رضاخان رو قانع کردم. البته خود ستایی هم در اون کرده که رضاخان رو قانع کردم که برویم به دیدن علما در نجف، و میگوید پادشاهی رضاخان مدیون کار من است، چون در اون دیدار در نجف است که راه پادشاهی او انبار شد و اونها هم روحانیون هم پذیرفتن که او فراز به سوی پادشاهی پیدا بکند. و البته عناصری از حقیقت در این هست، ولی جنبه های گزاف گویانه مانند بسیار دیگر از یادنامه نویسان ایرانی در نوشته حاج آقا محمود رفیع هم وجود داره. رفیع تقریبا تا پایان کار، تقریبا تا سال 1316-17 هنوز مورد اعتماد رضاشاه بود، ولی پس از آن از چشم افتاد. ولی پس از شهریور 20 باز با دربار نزدیک شد و از افراد معتمد دربار به شمار می آمد. البته دیگه ایشون در 1304-5 دیگه مکلا شده بود، اما مرا کنار گذاشته بود. ایشون در زمانی که در سینماها سرود شاهنشاهی رو پخش می کردن، تصویر شاه می آمد و پشت سرش همین حاج آقا محمود رفیع بود. بهتون هست؟ آدم بسیار سرشناسی بود در تمام دوران و آدم برای مورد قبول دو پادشاه بوده. برگردم به این رشته گسسته سخن. پس از اینکه سر پرسی لورن وزیر مختار می شود، یک چرخشی در سیاست بریتانیا به وجود میاد، و تا اون زمان شواهد زیادی در دست است که بریتانیا به رضاخان اعتماد نمی کرده، یعنی مطمئن نبوده که در پیامد انقلاب اکتبر رضاخان گرایش به سوی نزدیکی با شوروی پیدا نکنند. اینها در اندیشه های و روی سران امپراتوری و بزرگان امپراتوری همیشه وجود می داشته، و این در این دوران است که سرانجام در می یابند که راهی جز این نیست که سیادت ایران رو بر خوزستان بپذیرن. البته جالب اینجاست که در همین دوران هم که پذیرفتن که و سفارش میکنن پس از مدتی به خزعل که تسلیم بشود، تلگراف میزنن به رضاخان و به او میخواهند که به خوزستان نرود، و رضاخان گوش به این تلگراف نمیکنه و به خوزستان میرود، و باز از او میخواهند که خزعل رو در خوزستان به عنوان والی خوزستان نگه بداره، به اون هم توجه نمی کنند. بنابراین موضوع به این گونه نیست که گویا دولت بریتانیا تصمیم می گرفته و دولت مرکزی در ایران انجام می داده، بلکه یک نوع روابطی وجود داشته، و در اون زمان تصور این که ایران بدون کنار آمدن با بریتانیا می توانسته در سیاست منطقه نقشی داشته باشد، خب غیر واقعی است. دولت بریتانیا در اون زمان پس از فروپاشی دولت عثمانی و پیدایش دولت جوان شوروی که هنوز ناتوان بوده، یک کتاز سیاست خاورمیانه است. سر و کله آمریکا هنوز پیدا نیست. این است که یک دولت جوانی مانند دولت ایران نمیتوانسته بدون مذاکره و بدون کنار آمدن و دادن امتیاز و گرفتن امتیاز از بریتانیا مسئله خوزستان یا مسئله دیگر رو حل بکنه، و این است که این نوع گفتگوها رو نباید به حساب این گذاشت که
بریتانیا دستور داده و پس از این دستور بوده که رضاخان راهی خوزستان شده، اینها واقعی نیست. یک نوع سیاست های مستقلی در خود ایران شکل گرفته، ولی تردیدی نباید داشت که همسویی و گفتگو هم با بریتانیا وجود می داشته و خود این نمی تواند دلیلی بر سرسپردگی بوده باشد. راهی هم جز کنار آمدن و گفتگو و مذاکره با بریتانیا وجود نمی داشت. آقای امینی، درگیری های اولیه خزعل بر سر مالیات های تعیین شده از سوی میلسپو بوده نه؟ ببینید، یک نوع کار ابلهانه بود که خزعل انجام داد و این رو لورن هم به او یادآور شد. حتی نورمن هم در یکی دو نامه‌ای که از او در دست به خزعل گوشزد کرده که شما با این لجبازی که میکنید با دولت مرکزی، چون لجبازی خیلی جدی بوده، ناسزا میگه به دولت مرکزی، به رضا شاه، به رضا خان میگفته قاصب. بله بله، خود میلسپو رو ببینید، اینا آدم هایی بودن معروف از شازده فرمان فرما رو احضار کرده بودن به عدلیه، گفته بوده من به عدلیه بروم، عدلیه پیش ما بیایم. خب خزعل هم همچه آدمی بوده، یعنی فکر میکرده اون فرمان روای مطلق خوزستان یا به قول خودش عربستان هست. میدانید که کاندیدای پادشاهی عراق بوده، یعنی پیش از آوردن یکی از دو برادر، دو فرزند کلیددار کعبه که یکی رو بردن پادشاه اردن کردن و دیگری رو پادشاه ملک فیصل رو پادشاه عراق کردن، یکی از کسانی که سخت اصرار داشته دولت بریتانیا او رو در نظر بگیره برای پادشاهی عراق، همین خزعل بوده. و تنها دلیلی که نمیپذیرن به خاطر این است که پایگاه گسترده‌ای در میان اعراب اون منطقه نداشته و فکر میکردن که آدمی رو باید بگذارن که واکنش اهل سنت کمتر نسبت به اون باشه. ولی به هر روی خزعل آدم بسیار وفاداری به دولت بریتانیا بوده. پدرش البته برخلاف خود خزعل وفاداری به دولت مرکزی ایران هم داشته. شیخ جابر آدم وفادار به دولت مرکزی بوده و خودش رو ایرانی میدانسته، وابسته به دولت مرکزی میدانسته. خزعل پس از اینکه این امکانات رو در جنگ جهانی اول پیدا میکنه و مورد پشتیبانی بریتانیا قرار میگیره و ثروت کلانی در دست میگیره و با اون امتیازهایی که دولت قاجار به اون میدهد سرمست میشود و به هیچ روی حاضر نبوده فرمان یک آدمی به نام میلسپو رو که وزیر دارایی ایران شده یا سرپرست مالی وزیر که نه سرپرست مالی ایران شده، فرمان او رو بپذیره. و افسون بر این، هیچ کمتر ثروتمندی در جهان است که حاضر است به این آسانی مالیات های کلان گذشته رو بده و او نمیپذیره و ناسزا میگوید به دولت مرکزی. جالب اینجاست که هنگامی که میلسپو از اون مالیات میخواهد هنوز رضاخان نخست وزیر نشده و با این همه او رضاخان رو به عنوان عامل این کار نگاه میکنه، چون وزیر جنگ بوده و قدرت زیادی داشته. و سپس هم که رضاخان نخست وزیر میشود تلگراف های خیلی تندی فرستاده و میگوید که او قاصب دولت مرکزی، حکومتش غیرقانونی است و میگوید من شما رو به رسمیت نمیشناسم و شما میخواهید احمد شاه رو کنار بگذارید. اینا حرفایی است که نورمن بهش میگفته. نورمن معتقد بوده که رضا شاه در پی کنار نهادن احمد شاه است و مخالف این کار بوده نورمن و اینا رو از اونها یاد میگرفته و طبیعی است که سرپیچی میکنه از دادن مالیات به دولت مرکزی و این یکی از عوامل برجسته استدلالی بوده که دولت رضاخان در برابر بریتانیا قرار میدهد و یک تفاهمی صورت میگیرد و این نکته بسیار جالبه. کاری که لورن انجام میدهد در یک مذاکره‌ای که با خزعل انجام میدهد، خزعل میپذیرد که مبلغ بسیار کلانی مالیات گذشته رو در چند قسط به دولت مرکزی بدهد و یک نوع تفاهمی صورت میگیره. به یه معنا میتوان گفت که رضاخان این تفاهم رو قبول نداشته، یعنی کافی نمیدانسته و میخواسته از این فرصت استفاده کنه و خزعل رو کنار بگذاره و کار درستی هم کرده به نظر من، چون اگر خزعل میماند خوزستان عملا یک واحد خود مختار میشود و دست ایران همواره از اون منطقه کوتاه میموند. ولی آغاز کار با درگیری با میلسپو بوده و جالب اینجاست که در همین زمان، درست زمانی که
رضاخان کسروی رو برای اداره یک تشکیل عدلیه به اونجا فرستاده. دو دقیقه وقت داریم. بله. دو دقیقه وقت داریم. بله. دو نفر دیگر رو هم تعیین میکنند که بروند به خوزستان. در اون زمان سرهنگ باقرخان نماینده نظامی ایران در خوزستان بود. در شوشتر 250 نفر بیشتر سپاهی نداشتن، اصلا از پس خزعل بر نمی آمدن. اون رو برکنار می کنن و فرد دیگری رو، نایب نویان رو، اون رو به جای همین سرهنگ باقرخان می نشانن. دو نفری که فرستاده بودن، یکی میرزا اسماعیل خان ثقت الملک بوده به عنوان استاندار یا والی حکمران خوزستان و معاون او هم پاچ حسین قلی خان جلیلی ارفاع الملک. هر دو اینها می روند و خودشون رو با خزعل هم پیمان می کنند و حتی این ثقت الملک از ایران فرار می کنه برای مدتی پس از سقوط خزعل و فرمانده نظامی خوزستان هم خودش رو تسلیم خزعل می کنه. و این است که راهی برای دولت مرکزی جز این نبوده که بروند و خزعل رو کنار بنهند و خزعل رو عملاً کتبسته به تهران بیاورند و به قول کسروی پس از اینکه او رو کنار نهادند او رو بر قاطری نشاندند و این قاطر تا منطقه بختیاری رفته و از اونجا با همراهان راهی تهران کردند. ولی جالب اینجاست که رضاخان برای اینکه نشان بدهد به خزعل که او رو نگه خواهد داشت، در سفری که از خوزستان به نجف میکنه پسر خزعل رو هم با خودش همراه میبره و این گروگانگیری بوده رو هم میکنه که میخواهد با خزعل کنار بیاید و خزعل در واقع فریب میخوره که تصور میکنه که رضاخان او رو پس از انجام کارهایی همچنان والی و فرمانروای خوزستان نگه خواهد داشت و او رو شکست میدهند و زاهدی در واقع مسئول این کار بوده. مثل که با خاندان رضا شاه هم میخواست ازدواج کنه با یکی از دخترها. بله بله، این خب رسم اون زمان بوده دیگه. بله، یعنی به دبیر اعظم بهرامی پیشنهاد کرده بوده که یکی از دختران، نخ برعکس گفته رضا خان بیاد یکی از دختران دختر ما رو بگیره و ایشون داماد من بشه. خیلی ممنون آقای امینی عزیز، سپاسگزار شماست. جملتون تموم کنیم ببخشید. تموم شد. خواهش. ممنونم ازتون. تا هفته آینده که اگر موافق باشیم باز میگردیم به ماجراهای نخبه کشی در ایران. حتما. قربان شما. شب و روزتون خوش و با سپاس از همیهنانی که به این برنامه توجه فرمودند.